سازمان ملل متحد اعلام کرد که به دنبال راهی برای ورود به کمپ هایی است که گفته می شود مسلمانان چین در آنها به زور نگهداری می شود. به گزارش شویوز به نقل از رویترز چند ماه قبل برای اولین بار فاش شد که حکومت چین یک میلیون مسلمان اویغور را به طور اجباری در کمپ های بازآموزی عقیدتی و سیاسی نگهداری می کند. سازمان ملل و گروه های حقوق بشری از این کشور خواستند به صورت شفاف در این باره اطلاع رسانی کند اما پکن فقط مدعی شد که این موضوع ای از جانب غرب است اکنون خانم میشل باشله رئیس جمهور سابق شیلی و رئیس کنونی نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد گفته به دنبال راهی برای رسیدگی به این وضعیت مسلمانان است خانم باشله ضمن اعلام نگرانی از وضعیت مسلمانان آیغور در استان سینکیانگ چین از حکومت پکن خواست با این نهاد همکاری کند این مقام سازمان ملل گفته ما به صورت جدی خواستار دسترسی غیر محدود و آزادانه به این کمپ ها هستیم